اسوشیتد پرس تصویر ویدیویی را از روز شنبه نشر کرده که نشان می‌دهد نیروهای عراقی به طور آزاد در منطقه نزدیک به ساختمان‌های دولتی که تحت کنترل گروه دولت اسلامی بوده گشت و گذار می‌کنند. فرمانده نیروهای ضد تروریسم عراق گفت: و ان شاء الله به خواست خدا در روزهای آینده نیروهای ما شهر رمادی را به طور کل دوباره تصرف خواهند کرد. ائتلاف جهانی مبارزه علیه گروه دولت اسلامی طی اعلامیه‌ای گفته است که ایالات متحده و متحدان آن 17 حمله هوایی را در روز کریسمس علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام دادند. از جانب دیگر پیام جدید ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی که بروز شنبه در اینترنت به نشر رسید، مدعی بر آن است که حملات هوایی توسط روسیه و ائتلاف به رهبری ایالات متحده به قصد تضعیف گروه با شکست مواجه شده است. اعتماد داشته باشید که خدا پیروزی را به کسانی اعطا می کند که او را پرستش کند و خبرهای خوبی شنیدم که اوضاع شهر ما خوب است. ما به شما قول می دهیم که به خواست خدا هر کسی که در جنگ علیه دولت اسلامی شرکت کند قیمت آن را خواهد پرداخت و پشیمان خواهد شد. پس ایالات متحده، روسیه، اسرائیل و اروپا صبر کنید. ما نیز انتظار و آماده هستیم. نیروهای عراقی مبارزه با گروه دولت اسلامی در شهر رمادی و تحکیم مواضع خود قبل از حمله نهایی برنامه ریزی شده برای تصرف آن شهر پرداختند. نیروهای ما به سمت شهر و منطقه حمیرا که نقطه کلیدی برای تصرف کامل رمادی از سه جانب است پیشروی کردند. سربازان اکنون به سوی هدف خود به پیش می روند، لکن آنها به خاطر اینکه گروه داعش در همه نقاط دام گذاشتند با اندک تأخیر روبرو شدند. تصرف شهر رمادی، مرکز شهر آسلخیز در نزدیک رودخانه فرات، بزرگترین موفقیت اردوی عراق خواهد بود که این شهر از سال 2014 بدین سو تحت کنترل گروه داعش یا دولت اسلامی در آمده است. لیلا ماهبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.